هر سمتی هر توانایی هر سمتی هر توانایی در کنار جمع مسئولیتی تعهدی وجود دارد. سلام، انتخابات مجلس کم کم داره به روزهای حساس خودش نزدیک میشه و ما با ویژه برنامه تا انتخابات همراه شما هستیم تا ریز خبرهای انتخاباتی مجلس 11 رو به شما انتقال بدیم. بهتون میگیم که تو هر یک از کمپین های چپ و راست چه اتفاقایی داره میفته. با ما همراه باشید. خب بذارین خبرها رو با خبر جنجالی رد صلاحیت شدن تعدادی از کاندیداها شروع کنیم که مثل دوره‌های گذشته خیلی‌ها نتونستن از فیلتر شورای نگهبان عبور کنن. اما نکته جالب این قضیه اینه که خیلی از کسایی که رد صلاحیت شدن به دلیل وجود پرونده فساد مالی رد صلاحیت شدن. و نکته جالب‌ترش اینه که 1/3 از این رد صلاحیت شده‌ها تو مجلس فعلی نماینده هستن. و خیلی خیلی جالب‌ترش اینه که این رد صلاحیت شده هایی که به دلیل وجود پرونده فساد مالی رد صلاحیت شدن دقیقاً 3 روز بعد از انتخابات مجلس 11 قراره بشینن برای من و شما در مورد لایحه بودجه سال بعد تصمیم گیری کنن. دیگه ببینید چه شود. مسائل مربوطه را از طریق جدول شماره 13 ما به تاکید بر تقویت تعاونی پرداخت. اما تو این دوره اصلاح طلبها اصلا اوضاع خوبی ندارن. اوضاع اونا انقدر وخیمه که خود محمدرضا تاجیک از چهرهای برتر اصلاح طلب گفته به نظر من اصلاح طلبها باید به یک آف تاریخی برن و خیلی از اونا انتقاد کرده. اون گفته که اصلاح طلبها در عین حال اینکه کت شلوار قدرت به تن دارن زیر شلواری به خودشون دارن. همچنین عماد بهاور از فعالین اصلاح طلب یه توییتی کرده و تو اون نوشته اصلاح طلبها توی جلسه بین خودشون تصمیم گرفتن که امسال اصلا لیستی ندن. اما این وسط 2 نفر مخالف بودن، یکی محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس فعلی و یکی موسوی لاری که تو دوره اصلاحات وزیر کشور بود. احتمالا محمد رضا عارف و بقیه هم تیفیاش دارن به این لیست امید 2 فکر میکنن. اما برخلاف اصلاح طلبها که تو این دوره از انتخابات اصلا اوضاع خوبی نداشتن، اصولگراها پرن از نماینده های تایید صلاحیت شده و همین موضوع باعث شده که خیلی از جبهه ها بخوان راهشون از یک لیست مشترک جدا کنن. نمونهش جبهه پایداری که گفته علارغم وحدت مشترکی که با اصولگراها داریم اما لیست جدای خودمون رو میخوایم برای انتخابات بدیم. اما این سبک و سیاق وحدت صدای مهدی چمران رو در آورده و گفته منظور اونایی که میگن در ضمن وحدت میخوان لیست جدایی رو بدن رو نمیفهمم. به جز لیست جبهه پایداری، لیست‌های دیگه‌ای هم کم کم دارن آماده میشن. مثل لیست جوانهای انقلابی یا نامه‌های دیگه‌ای از این دست که باید با شعار اصلی اصولگرایان یعنی ایران سربلند توی مجلس رقابت کنن. اما در کنار رقابت‌های چپ و راست، چهره‌های مستقل و کمتر شناخته شده هم دارن پول‌های خوبی برای انتخابات خرج می‌کنن. پول‌هایی که هشدار بعضی چهره‌های مهم رو به همراه داشته. یکی از شیوه این پول خرج کردن‌ها یه اصطلاح خاصی به اسم صلاحیت فروشی داره. یعنی میگن خیلی از این چهره‌های کمتر شناخته شده و مستقل پول‌های هنگفتی رو به واسطه‌ها میدن تا اونا رو تایید صلاحیت بکنن. اما آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اونا رو کلاهبردار دونسته. کلاهبردارهایی که با استفاده از آتش قدرت خیلی‌ها این روزا دارن پول‌های عجیب غریبی رو جیب می‌زنن. خب خیلی ممنونم که ما رو نگاه کردید. ما تا انتخابات با شماییم و سعی می‌کنیم تمامی خبرها و حواشی انتخابات مجلس رو پوشش بدیم تا شاید بتونیم به شما کمک کنیم تا بهترین انتخاب‌ها رو داشته باشید.
تا دیداری دیگر، یا علی، خدا نگهدار.